ראשונה ידית בהמקטון ורחמת יקלון אמרו את עומדתון יקת אשת פעמים כזמי חולה, מה אלעת? חיותי בורחי דברייף פרזנדי בו מוחרתי שערי קטקורגון אודמי כי בו קונוני דינו תורה זינדגי מקד נזם ונوارا دوست می داشت مهر محبت او به پدر و مادر به همسرش رای فرزندها و نویره‌ها بسیار بلند بود او حیات خودش را بی موسیقی شرق و شش مقام حس کرده نمی توانست کتقرغان سمرقند باکو تاشکند، نیویورک، فیلادلفیا، آریزونا در کجایی که بارهای دورایف زندگی نمی کرد تار و تنبور و ششمقام زنی مهربان و فرزندان و پدر مادرش بیان او بودند بارهای دورایف در سال 1951 در شهر کتقرغان ریسپوبلیکی ازبکستان در آیله موشیخ دورایف و سوری صدیکو تولد یافت. شهر کتقرغان یکی از شهرهای قدیمترین آسیای میانه می باشد که در این شهر یهودیان بخاری به دین و تورا و عرف و عادتهای ملی نزدیک بودند. کسب و کارهای آنها کاسبی بود. سرتراش، موزدوز، دوریزگر، کارگران صنعت، معلمان مکتب و تکنیکوم. شاعری زبردست یهودیان بخاری الیاس ملایف در شعر خود کتقرغان ارگولای این شهر زادگاهش را تعریف و تفسیر کرده است. سوری و موشیخ دورایف 8 فرزند داشتند. بارهای فرزندی نخستین بود. پس از او سارا، یوسف های، برتا، ولنتین، لوبا، روزا، اساخ های تولد یافتند. بارهای از خردسالی به سرودخانی و موسیقی عشق و حواس داشت. او از پگاهی تا بگاه تار و تنبور را از دست نمی پرداخت. بارهای از خودسالی به پدر و مادرش یاری می رسند. او برادرهایش را تربیه می کند و خیلی جوان به کار در آمد. پولی کار کردهش را به روزگاری مادر و پدر می داد و کوشش میکرد که آیله آنها به دین و تورای و عرف و عادت نزدیک باشند. در سال 1969 پدری بارهای او را به سمرقند به مکتبی موسیقی برد. بارهای آرزو میکرد که پدرش به او تار خریده دید. پدرش او را به باکو برد و با او نخستین تار خریده داد. بارهای با موافقیت مکتب موسیقی را تمام کرد و موسیقچی شد. او نه تنها سرود می خواند و موسیقی می نواخت بلکه اسبابهای موسیقی هم خودش می ساخت. همچون سراینده بارهای در فستیوال ها کنکورس های موسیقی اشتراک کرد و جای های ارزنده گرفت. هر بار که بارهای به کنسرت برآمد می کرد لباس های کنسرتی او به او زیبنده بود، برای که این لباس ها را با مهر و محبت خواهرهای او به او می دوختند. گاه گاه به تاشکند برای رادیو و تلویزیون ازبکستان
بارهای را به ارکستری اسبابهای خلقی دعوت میکردند و او در تلویزیون ازبکستان برآمد میکرد. در سال 1972 بارهای به وایه رسید و از شهر خطرچی رای نام دختری جوان و زیبا را خاندار شد. مانند آیله بارهای دورایف که 8 فرزند داشتند، آیله رای 10 فرزند نام بودند. رای دختری داود حکوین احرانو و بلور اسحاقو بود. رای احرانو زنی مهربان، فرمان بردار، زنی قابل و دلسوزی فرزندها بود. این خیل زنها را زنی اشید خیل میگویند. در شهر خطرچی یهودیان بخاری خیلی زیادی بودند. در این شهر 5 کنیسا بود که در 5 کنیسای آنها 120 سفارتورا داشت. بعد از توی خطرچی و کتفرغان جوانان خانه اجاره گرفتند و زندگانی خودشان را سر کردند. لیکن آنها آرزو و هوس داشتند که حولیناک شوند، خانه ناک شوند. کمی دیرتر آنها اوچسکه خریدند و به ساختن خانه خود، منزل خود سر کردند. در شهر کتقرغان بارهای دورایف استخانه چرخی ماشین داشت. هر روز مردمی بسیاری به نزد او می آمدند، چرخی ماشینه های خود را درست می کردند. بارهای آنها را با سرود و ترانه ها پیشواز می گرفت. مردم خرسند بودند. به آیله رای و بارهای خداوند تعالی 5 فرزند داد که این آیله با مهر و محبت حیات می بردند. نخستین فرزند آنها گوله سال 1973 تولد شد. ارکادی در سال 1975، اکسانا در سال 1977، رافائل در سال 1978، ایلانا در امریکا سال 1985. پدر بابای بارهای رحمتی یوحنان صدیقف که سال 1975 از دنیا چشم پوشیده بودند، آدمی مسواد دوست، دست خیر داشتند. برای خبر قدشای شهر قطقرغان خدمت های شایان کرده بودند. بارهای باشد نبیره او مانند بابایش خودش را به کار جماعت بخشید. همسری او رایا در سودا کار کرد، پس از آن به تربیه کودکان فرزندها مشهور شد. بارهای تا دمی به امریکا رفتنش که سال 1979 بود، در استخانه خود کار کرد و به توی و مرکه های خلق قطقرغان و سمرقند، خطرچی و پنجشنبه، کرمینه و تاشکند رفته خدمت میکرد. همچون سازنده 79 بارهای دورایف با آیلش بی پدر و بی مادرش به امریکا کوچ کشید. سالهای به امریکا آمدنش برای آیله جوان بسیار دشوار بود. نه زبان، نه یار و دوست، نه خیش و تبار، نه پدر و نه مادر. شهر نیویورک با رکوی کمی زندگی کردند. پس از آن به شهر فیلادلفیا کوچیده رفتند. کمی دیرتر بارهای پدر و مادرش را به امریکا تکلیف کرد. آنها بعد از 3 ماه آمدند. آیله بارهای دورایف
این مشکلی ها را دور کرده، فرزندها را به مکتب یشوع دادند، زبان انگلیسی را آموختند. آنها زبان، مدنیت، عرف و عادت امریکا را آموختند، لیکن زبان بخاری، عرف و عادت های بخاری را فراموش نکردند. رحمت امیدتون به شتان کردتان من هم چون شما صوتتان برفته به صوت های شما رو هم لیکن سرم باز کمان رسید امیدتون به رحمتی کنم بشه اسپسی به سال 1983 بارهای بازن و فرزندانش به نیویورک برگشت. سال 1985 بارهای به شهر لانگ آیلند نیویورک کوچ کشید. در لانگ آیلند او به ربای آشر وایسفش واخورد. در کنیسای او خدمت کرد و در همان جا او دکان پای افزال ساز کنی، خیمچیسکه و دیلری ماشین فروش شد و زندگانیش را براه برد. سنی کلوشلری Baharda bağ ne güzel Kar yaksa tağ ne güzel Baharda bağ ne güzel Kar yaksa tağ ne güzel Bu yaşlık çağ ne güzel Lekin hiç kaçan çıkmaz yadından Sözsüz kıraşların, ağlam sıraşların Ağlam sıraşların در همون سالها بارهای دورایف با شومیل کوینف، ابرش داویدف، فاطیمه کوینف، فیروزه یگودایف، بدتر اسحاق کتایف، یوسف ابراموف، باریس کوکنریف، آشر برایف انسامبلی شش مقام را تشکیل کردند. اگر بیشتی دهندم ریبی کس مخوریم هدم زیمایی کرده بیرون میگدا اینجا انسامبلی شش مقام به چند شهرهای امریکا رفته، مملکت های پولش و یمایکا به گسترول برآمده، هنرنمایی کرده و مدنیت کلاسیکی یهودیان بخاری را به آنها برده شناس نمودند.
چی خواب کرده دختر دل ما آب کرده دختر وقت چی خواب کرده دختر دل ما آب کرده دختر نه نه دلکم بابا دردی دلکم بابا این دردی که من دارم آخر میکشد من را این دردی که من دارم آخر میکشد من را دست بوند گیرم دختر نه نه دلکم بابا کاو شکت گیرم دختر نه نه دلکم بابا نه نه دلکم بابا دردی دلکم بابا این دردی که من دارم آخر میکشد من را این دردی که من دارم آخر میکشد من را حلقه هات گیرم دختر نه نه دلکم بابا دست بوند گیرم دختر نه نه دلکم بابا نه نه دلکم بابا دردی دلکم بابا این دردی که من دارم آخر میکشد من را کوتاهات گیرم دختر نه نه دلکم بابا کوشهات گیرم دختر نه نه دلکم بابا نه نه دلکم بابا دردی دلکم بابا این دردی که من دارم آخر میکشد من را این دردی که من دارم آخر میکشد من را شب حرات گیرم دختر هو هو دلکم بابا توی حات کنم دختر هو هو دلکم بابا هو هو دلکم بابا دلت این بوده ده این دردی که تو داشتی اکنون فهمیدم دختر این دردی که تو داشتی اکنون فهمیدم دختر برهای سرودی فیروزه را میخواند که این سرود را خودش نوشته بود فیروزه یک دایوه برعکس میفرامد گاه گاه برهای این سرود را میخواند و از بجای فیروزه ریا جان گفته سرود را میخواند و فرزندان نویره‌ها به خواندن این سرود خوشی میشدند آنها این سرودی رای را چونین اجرا میکردند که گویا در دنیا دیگر سروده نباشد برهای در شهر نیویورک تا سال 1995 در انسمبل شش مقام هنرنمایی میکرد پس از آن به شهر فینیکس آریزونا با آیلش کوچیده رفت اما پدر و مادر او در لونگ آیلند ماندند در تورای ما میگویند پدر رضا مادر رضا خدا رضا ده سخنانی که موشه ربینو از پیش خداوند فراورد نوشته شده است او به پدر و مادرش با مهر و محبت نگاه بینی کرد در کدام شهری که زندگی نمیکرد پدر و مادر او در یان او زندگی میکردند فکری برهای دورایف همیشه با پدرش و مادرش بود آنها را دوست می داشت هر پگاه خبر می گرفت سرودخوانی می کرد و مهر و محبت خودش را با آنها اظهار می کرد او فرزندی قابل بود برهای در شهر فینیکس مگزینی خوراکواری سوپرمارکت گشاد و روزگارش را پیش می برد و به مراسم یهودیان بخاری فینیکس خدمت می کرد بعدتر برهای به تورای و دین نزدیک شد و از بحری تویگردی سازندگی برآمد خودش را به تورای و دین داد برهای دورایف با آیلش که به فینیکس کوچیده آمد در فینیکس کنیسا نبود او حولی خرید و کنیسا در آنجا تشکیل کرد تورا نداشتند تا
تورا آورده به همین کنیسا در آورد و مردم فینیکس به او منتدار بودند. تا امروز مردم فینیکس او را در یاد دارند و نام بورهای دورایف فیلتی زبانی مردم فینیکس است. در شهر فینیکس که گوشت کاشری کمچی بود، بورهای با همسرش رایا با ماشین خود به لس آنجلس رفته گوشت کاشری خریده می آمد و این گوشت را به مردم فینیکس تقسیم می کرد که آنها کاشری خورند. از این کارش او یگان فایده نمی کرد. این مسوا بود و تا امروز آنها را مردم فینیکس یادآوری می کنند. در سال 2000 دخترش گوله از شهر فینیکس به شهر نیویورک کوچ کشید. پس از او بورهای هم با آیلهش برگشته به نیویورک آمدند. در سال 2001 بورهای با آیلهش به لانگ آیلند برگشت. با پدر و مادرش یک جا زندگانی کرد. او به ریل استیت به کار در آمد. زنش رایه باشد به سوپرمارکت به کار رفت. یهودیان بخاری نیویورکی در کوینز زندگانی میکردند. بورهای دورایف هم آرزو داشت که به کوینز کوچیده بیاد و در همین جا در نزد یهودیان بخاری کوینز زندگی کند. در کوینز بورهای با دوستانش الهو آرانوف، ماریک مولایف، باریس مونارف و برادران کریو ها و ساختنی کنیسای بیت الهو کمک رساندند. این ساختمان کنیسا یعنی خانه بارهای بود. برای همین او همه وقت به همین کنیسا رفته یاری خودش را می رساند. کنیسای بیت الهو را که کشادن بورهای به فینیکس رفت و آن سفر تورایی که به آنجا برده بود گرفته آورده به کنیسای بیت الهو تقدیم کرد. از سال 2001 تا سال 2016 بورهای در کوینز زندگی داشت و مردم کنیسای بیت الهو خدمت های شایان می کرد. امروز را که از من نیگت رو بودم، کوچه بودم، روح حالی بودم، بیان از من جازن که تو بسخان بوده، خدا آنو بدن اچه سرقدنه. خواهی می خواهیم که همه کتان به رحمت آمدی کتان به بروزوی نکتان رو بیم. شمایم هم خیلی من باره این باقا شویدم، من خدا بسکر هفته هشته باقا شدم. چهار تا صندوق گرتم، چهار تا صندوق روشن گرتم. من میخوایم که شمایم هم که من باری صندوق گرتم از میزاد میگوید که اگر هفته صندوق گره جاش سفسیم به جای دیگه خیلی بوده بوده از دوستان چنه میگم. من میخوایم که شمایم به هم که مراد رسیتان رحمت به آمده که تان به روزه نیکی به روزه نیکی تان ببیم ما خدمت کنیم. سالها می گذرند و آیله بورهای زیاد می شود. کلین ها همچون دختر، داماد ها همچون پسر، نویره ها سردار آیله را شاد می گردانند. امروز در دسترخوان شباتی بورهای نویره ها گرد اطراف آنها را می گردند. بورهای نویره هایش را دوست می داشت و نویره ها فهم می کردن که بابای
و مهارت، بابای الهام دار، بابای صنعتکار، بابای خوش آواز، بابای مهربان و دلسوز دارد. نه منه دخترم آفتن که دو یک تخش دو خانه دو گر یک جای شده چی بوده اینه یک دفن در خواب پیش یک در خانه بوده اینه اتو همینه خانه بودن در خانه هم بزنم که همینه خانه در خواده بوده هم بوده اتو خواده بوده دوگل اگر یک جای شود هر مشکل آسان می شود دوگل اگر یک جای شود آنم گلستان می شود رایا ای بروخای دورایوی سریچایم 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 درگوستی аплодируем Аплодируем, аплодируем веселее. Happy birthday, Raya! I want to wish you guys together. Already you have a beautiful life, but I want you to continue it. And now thank God all the kids are out of the house. I want to tell you, tie your belt tight because now my kids have to get married. Dada, you can go play golf if you like golfing. Mom, you can continue playing with your grandchildren like you always do. Thank you. You're always there for all of us, for Mickey, for my kids, our children. Итак, раз, два, три. Задувайте свечу. Мэр, задуйте. Гуфтами Наузут бадан اما روز به روز مدار او بد شدن گرفت از بیماریش بفهم ماند جگر او از کار برآمده بود است احوال او بدتر شد و آیله او به فکر آمدند که او را به شهر نیو خمشیر برده به دختران همان شهر نشان دهند فایده ندارد دخترش گوید که در فلوریدا دوستی داشت که دکتر بود به او زنگ زده گفت پدرت را به فلوریدا بیار همینجا توابت میکنیم فلوریدا یاری نرساند چه افسوس صدها تشکر به همسری وارحای رایا که شب و روز در یان شوهرش بود همین روزها به خانه آنها مردم زیادی بیا و رفت میکردند اما رایا دو چشمش دلش جانش با همسرش بود برادران بارهای برادران رایا جانش را آن را دریغ نداشته به رایا یاری رساندند صد افسوس که خداوند تعالی
روزهای حیات بارهای دورایف را به آخر رساند. صد افسوس کی به جانش جان کشی کردند، لیکن یگان فایده نداد. بارهی مردی مردان، سندکار، مردی چهره خندان، مردی سازنده، پدری مهربان، شوهری عزیز، بابای نویر دوست، از دنیا چشم پوشیدند. 17 آگوست 2016 بارهای دورایف از این دنیا پسی پرده شد. نشامای حلال خود را به خداوند تعالی سپرد. چه افسوس ما به دست خدا دست بانده نمی توانیم. هر باری که سفر تورای کنیسای بیت الهی را می برارند، بارهای دورایف را یاد می کنند. اما نام او با ویردی زبان و خیش و تبارها، فرزندها، نبیره‌ها و مردم بخاری، نیویورک و فینیکس، آریزونا، ازبکستان و تاجیکستان زنده می ماند. نام بارهای ویردی زبان خلق است. زن و فرزندهای بارهای برج خود را ادا کرده، جسد او را از فلوریدا به نیویورک آورده، با آبروی عزت میتینگ گذرانیده، پس از آن به شهر قدوش روشالایم، به قبرستان هر زیتیم، به خیست رسانیده. Чтобы он нас просил, если мы его чем-то обидели. Давайте все скажем махальну, 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 салахну, 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 мехенодоре, мехенодоре, سرودهای او در کسیته‌های مردم آمریکا، اسرائیل، استریا، کانادا، آسیای میانه در گوش و هوس آنهاست. نام بارهای دورایف زنده است. نام او در فکر ما، در دل ما. های دوستان عزیز، من امروز جدا خورسان، من نمیخوام که شما به هم خیم روز رستان رحمت به اون دیگه تون به روزانه که به روزانه که تون ببیم ما خدمت کنیم. Ulasam
شلبرين ما كان شيك يو رحمي بربي ما فايا تدعو يا وشيك يو